سلام خوش اومدید به این ویدیو دیگه آقا امروز میخوایم درباره کارت شانس آلمان صحبت بکنیم بگیم کارت شانس آلمان چیه و چه فرقی با بلو کارت داره یعنی این دوتا با هم جدا هستن یعنی خیلی از بچه ها این دوتا رو قاطی میکنن که میگن بلوکارت همون کارت شانسه نه کارت شانس کلا یه قضیه متفاوته از بلو کارت امروز میخوایم درباره این صحبت بکنیم و بگیم چه مدارکی لازم دارید که شما بتونید با کارت شانس به آلمان بیاین کار پیدا بکنید و اینجا بمونین و اقامت بگیرید بهترین راه برای مهاجرت آلمان امروز کارت که همین امروز کارت برای ایرانیا باز شد پس بزن بریم ببینیم چه مدارکی میخواد کارت شانس یه موقعیتی میده به افراد ماهر و متخصص که بتونن از طریق کار وارد آلمان بشن مثل سیستم کانادا آلمان داره اینجوری برخورد میکنه که بتونه نیروهای متخصص وارد آلمان بکنه پناهنده کمتر بگیره و نیروی کاری که لازم داره رو نیروهای متخصص یعنی بدونه که مثلا ده تا نیروی تی میخواد بتونه ده هزار تا نیروی تی وارد آلمان بکنه کار میخواد بتونه کار وارد بکنه یعنی همینجوری در هم نیرو نگیره حالا من میخوام قشنگ از روز سایت براتون بخونم شرایط کارت شانس آلمان چیه شرایط کارت شانس آلمان بر اساس شایستگی های فرد انجام میشه یعنی چی یعنی از میبینن که شما چه شایستگی داری چه مدرکی داری و سنت چقدر امتیاز به شما میدن اصلی ترین شرایط برای ثبت نام کارت شانس آلمان داشتن حداقل سن زیر 35 ساله نمیشه گفت اصلی ترین بالای 35 سال هم میتونن اقدام بکنن امتیاز داره دیگه زیر 35 سال کسی داره بالای 35 سال کسی. و فقط باید مدارک تحصیل معتبر داشته باشه یعنی مدارک دانشگاهی داشته باشی اگر مدارک دانشگاهی نداری مدرک فنی حرفه‌ای داشته باشی و سابقه کار همچنین متقاضی دریافت این کار باید حداقل سه سال سابقه کار در رشته خود رو داشته باشد یعنی شما اگه سه سال هم سابقه داشته باشی شما امتیاز میدید و در آخر شما باید یک گواهی مدرک زبان آلمانی در سطح آئنگس داشته باشی آئنگس یعنی سطحی ترین زبان مدرک زبان آلمانی مثلا شما باید بتونی خودتو معرفی کنی این میشه آ بگی من فلانی هستم سی سالمه 20 سالمه بتونی خودتو معرفی کنی ببین از کدوم کشور اومد این میشه مدرک آئنگس یعنی خیلی ساده یعنی شما تو خونه یک ما وقت بذاری دو ما وقت بذاری میتونی مدرک آئنگس رو قبول سیستم بندی این کارت شانس که امتیاز بندیه گفتم هر فرد باید حداقل 6 امتیاز از 14 امتیاز رو بگیره یعنی 14 امتیاز شما کلا میتونید دریافت بکنید 6 امتیازش رو بگیری شما میتونید کارت شانس رو بگیری ویزا رو بگیری به آلمان آلمان میخواد نخبه تحصیلی رو بگی بگیره کارت شانس آلمان قابلیت تمدید دوباره نداره فقط برای یک سال ساده میشه یعنی شما کارت شانس رو گرفتی وارد آلمان شدی باید تو این یک سال شما کار م... کارتو ان... پیدا بکنی و قرارداد کاری ببندی نمیتونی یک سال بمونی و دوباره اونو تمدید بکنی و برگردی دوباره اقدام برای حالا میگم فرقش با بلوکارد. بلوکارد خیلی سخت بود دریافت بلوکارد کارت برای ایرانیا و خیلی هم اومدن ولی خیلی فرم پیچیده و خفنی داشت الان اینا یه کاری کردن که خیلی فرم پیچیده ای نداره شما باید یه مدرک تحصیلی داشته باشین و اونو ترجمه بکنید حالا در ادامه بهتون میگم اخس اقامت دائم پس از دو سال یعنی شما بعد اینکه کارت شانس رو میگیرین دو سال توی آلمان کار میکنین اقامت دائم آلمان رو میگیرین یعنی هر جای اروپا بخواید میتونین برید قایبش چیه میگه کارت شانس قابل تمدید نیست اینو گوشن جز یکم منو شما باید توانایی تامین معیشت خود را در طول اقامت آلمان داشته باشین یعنی چی یعنی شما ویزای آلمان گرفتین اومدین آلمان و شما باید بتونید خودتون رو ساپورت بکنید تو اون شیش ماهی که دنبال کار دارید میگردید یعنی هزینه های خورد و خوراک پای خودتونه هزینه اجاره خونه حالا یا هتل یا هرچی پای خودتونه شما باید روی این حساب بکنید که اگر اومدید آلمان هر سریعتر کار پیدا بکنید که اونم باز راه های متفاوتی داره که شما میتونید توی یک ماه کار مورد علاقتون رو پیدا کنید حتی اگر کار مورد علاقتون رو پیدا نکردین میتونید یه کاری رو پیدا بکنید که بتونید هزینه های خودتون رو بدید بهتون اینجا سخت نگذره نخواد از جیب بخورید و اقامتتون رو بگیرید و بعد برید دنبال اون کار اصلی که میخواید اگه تا اینجا ویدیوم هم همراه ما بودی لطفا سابسکرایب بکن تا ویدیو بعدی اون از دست ندی این کوچیک ترین. کاریه که میشه کرد و از کانال من حمایت بکنید که من بتونم انرژی بگیرم ویدیوهای باحالتری براتون بسازم دمتون گرم بریم ادامه ویدیو بچه ها الان میخوام سیستم امتیاز بندیشو بگم که اصلا شما میگید هلو به تو گلو یعنی هر کسی که داره این ویدیو رو میبینه میتونه راحت با این قانون وارد آلمان بشه اولین چیزش تحصیلاته افراد در صورت داشتن مدارک تحصیلی خارجی یعنی مدارکی که تو ایران گرفتید که در آلمان به رسمیت شناخته شدن یعنی شما میرید مدارک که تو ترجمه میکنی وزارت علوم آلمان اونو تایید میکنه میتواند تا چهار امتیاز بگیرد شما شش امتیاز نیاز دارید که وارد آلمان بشید از طریق کارت شانس چهار امتیازش رو میتونید با مدرک تحصیلی بگیرید این شامل مدرک تحصیلی و هر آموزشگاهی است که در رشته خود دریافت کردید و به شرطی که بتوانید آن را ثابت کنید دو سابقه شغلی اگر شما سه سال سابقه شغلی ارائه بدین حداقل سه سال میتونید سه امتیاز بگیرید یعنی همین الان شد هفت امتیاز یعنی من نمیدونم دیگه آلمان داره میگه که آقا فقط پاشید بیاید اون کسایی که تحصیل کردن فقط همین همین کار کرده دقیقا یعنی گفت آقا بارابندی لو ببند اونجا دیگه جای تو نیست مهارت زبان آلمانی میتونه حد, حتی اکثر سه امتیاز دریافت کنه اگر سطح سه انکس باشید سه امتیاز میگیرید که خیلی بالاست اگر به دو باشید میتونید دو امتیاز بگیرید به یک باشید میتونید یک امتیاز بگیرید خب شما آیک نیاز دارید اصلا امتیاز هم اگه نگیرید هم نگیرید مهم نیست شما الان هفت امتیاز گرفتید سن افراد کمتر از 35 سال دو امتیاز کسب میکنن یعنی شما اگه زیر 35 سال باشید دو امتیاز هم برای سن کسب میکنید یعنی شما همین الان دو امتیاز گرفتید من دیگه نمیدونم آلمان بچه کنه که ها بیان افراد بالای 35 سال هم اگه 36 ساله تو یه امتیاز میگیره داشتن اسپانسر اگر در آلمان فردی را به عنوان اسپانسر داشته باشید یک امتیاز دریافت خواهید مثلا من تو آلمانم میام اسپانسر شما میشم میگم آقا تمام اگه این اومد اینجا میتونه به پیش من زندگی کنه هزینه خورده خوراکش با من تا موقعی کار پیدا کنه این خودش یک داشتن سابقه زندگی در آلمان یه سری میگن 6 من 6 ماه توریستی رفته بودم آلمان اونها حساب نیست سابقه زندگی یعنی شما اومده باشین آلمان اقامت داشته باشین آدرس داشته باشین یعنی شش ماه آلمان زندگی کرده باشین یعنی به عنوان یه یه شهروند آلمان زندگی کرده باشین نه اینکه فقط توریستی اومده باشین آلمان زندگی... الان میگین 14 امتیاز میخواست الان همینایی که من گفتم این خودش هم امتیاز داشت اگه 6 ماه تو آلمان زندگی کرده باشین میگه بسته به وضعیت زندگی شما امتیازهای مختلفی از سیستم امتیاز بدی کارت شانس آلمان دریافت میکنید مثال شما آلمانی به دو صحبت میکنید دو امتیاز کسی را دارید که دریافتن شغل در آلمان به شما کمک میکند یک امتیاز مدرک خود را به پایان رساندید بر مجموع هفت امتیاز دریافت خواهید کرد ما این خیلی جالبه مثلا میگن که شما باید یه تمکن مالی بذارین که مثلا دوازده هزار تا تو حسابتون داشته باشین اگر شخصی رو تو آلمان داشته باشین برادر به طور مثال برادر خواهر دوست فامیل اون اگه تایید بکنه که اسپانسر شماست و میاد شما پیش شما شما پیش اون زندگی میکنید راحت میتونید اون دوازده هزار هم دیگه نذارید یعنی اون طرف اینجا یه امضا میده و قبول میکنه هزینه شما رو این دو... هزار تا میدونم پول زیادیه ولی الان کسایی که میخوان از ایران با ویزاوی جلی بیان نمیدونم قاچاقی بیان همینقدر هزینه باید بکنن یعنی فکر نکنم کمتر در دوازه هزار تا طرف خواهد هزینه بکنه ویزای مستقیم آلمان بگیری بیاد پرنده بشه پس به نظر من این کارت شانس شما از روز اول میای آقای خودتی کارتو پیدا میکنی میری سر کار یا تو شما اگه مدرک آینس داری تو اون شیش ماه میای اینجا کلاس زبان میری تو محیط قرار میگیری بعدش کار میکنی بعد از دو سال شما میتونی اقامت دائم بگیری یعنی این فوق است اقامت دائم میگیری و هر موقع دل تنگ شد عید نوروز بود نمیدونم عید این بود اون بود یا به ما سوار میشی ایران ولی اینکه بخوای پناهنده بشی واقعا پناهنده کسایی باید بشن که واقعا پناهنده یعنی به نظر من جونشون در خطر مجبورن ولی وقتی که این قبل از این من میگفتم هر کی دوست داره بیاد هر دوست داره ولی الان وقتی که این کارت شانس برای ایرانی باز شده به نظر من میشه گفت عاقلانه نیست که بخواید اونجوری بیاید به خدا یعنی خیلی ساده شما اگه مدرک لیسانس داری چهار امتیاز میگیری که مورد تایید آلمانه چهار امتیاز فقط مدرک لیسانس سنت زیر 35 سال دو امتیاز میگیری سابقه کار گلن همه دارن دیگه سه سال هر جا کار کردی مرتبط با رشتت. سه سال سابقه کار پیدا میکنی یه جور میکنی دیگه حالا اینو نمیخواستم بگم دو امتیاز هم اونجوری میگیری یعنی شما همین الانش هش امتیاز گرفتی پس این خیلی ساده است تا اینکه بخوایم بریم دنبال بلو کارت بریم دنبال آسپیلون یا بریم دنبال اینکه ویزای فرانسه بیایم آلمان پرنده بشیم بعد دابلین بخوریم برای اون فرانسه میا با هلند بیایم آلمان برنده برای هلند به استرسش نمیارزه اگر این شرایطی که آلمان گذاشته رو داری از همین امروز از همین امروز هم به نظر من دیره کاراتو بکن و با کارت شانس مثل هلو هاپ، سواش رو اینجا پیاده شو خیلی شیک زندگی تو شروع کن این نظر منه باز همه به نظر خودتون بستگی داره این ویدیو رو گرفتم برای کارت شانس چون بچه ها خیلی گفته بودن شرایطشو بگو برای ایرانی هم دیروز باز شده این شرایط و میتونید از الان کاراتون انجام بدید مدارکاتون رو ترجمه بکنید که زبانتون رو بخونید اگه کسی قبلا زبانش رو خونده الان بعد مدارکاش رو ترجمه بکنه وقت سفارت بگیره از ویزا و کاراتون انجام بدید خیلی ساده امیدوارم یه روز همتون رو کف آلمان ببینم تا ویدیو بعدی خداحافظ